ما امی برنامه کلگب دوباره آغاز بود. امیدواریم که با هم بتونیم یک کلگب خوبی بداریم و امروز یک درس خوبی از خودمون از زندگی. اولش خودم یه رو گوترم درس کنم، دومشم خانم که واقعا ما انسانایی ببیم در ایران که واقعا برای زندگی خودمون ارزش بداریم و برای جامعه خودمون. برنامه با دعای آغاز کنم. خداوند شکرگزار سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی خداوند، شکرت میکنم برای اون محبت و اون فیض دادی خداوند. خداوند هر کلامی که از دهان من بیرون میاد برای جلال نام تو باشه. شکرگزار سپاسگزارتم که امروز خداوند قلبا رو تو لمس میکنی به فیض رحمت دادی خداوند. به ایمان دارم که خداوند دست پرمهر و پرفیضت روی ایران و ایرانی هست دادی خداوند. شکرت میکنم به برنامه رو به نام عیسی مسیح آغاز میکنم. هفته دیگه و من خیلی خوشحالم که جلو دوربین نیستم و با شما صحبت کردم. لایجونین عزیز و گیلونین عزیز و ایرونین عزیز، همه جای ایران سرای من است. واقعا تمام ایران دوست دارم. ولی هفته پیش البته هر دوانم یه چیزی یک سوژه یادم اینه در فیسبوکون، در تویتر، در نمیدونم واتس اپ، در اینقدر مجازی الان هنه پره خبرون خیلی سری رسنه. مثل سابق نه که یک دونه نامه خسی ببریم شیش ماه خسی طول بکشه تا با اسب و الاغ بوشون یا منظورم با چیچی با ماشین بوشون ره. برحال خدا رو شکر کنم که یک هفته دیگه با ما در مقابل دوربین در مقابل شما عزیزون نیستم به صحبت کردم. به شما عزیزون ما قبول بودین که بایستیم با هم صحبت بکنیم. برنامه لایجونی هیچ تلویزیونی ندانه، یه اولین تلویزیونی که برنامه گیلونی بنه. و اگر دوستان اینی برنامه گیلونی بیشتر بمون و واقعا بیشتر بتونیم زبانهای دیگر هم بریم، اگر دستتون رسنه به این تلویزیون شادی کمک بکنید تا ما بتونیم تو معباره بشیم. چون من اگر الان رو آنلاینیم تعداد خیلی کمی مارتین بینن، ولی اگه تو آنلاین بشیم خیلی توی ماواره بشیم خیلی بهتره. و ایرانیان عزیز اگر واقعا دستتون میرسه با ما کمک بکنین که این تلویزیون شادی رو ما بتونیم توی ماواره ببریم و بتونیم که با مردم ایران تر تماس باشیم تا بتونیم واقعا قلبا رو به نام عیسی مسیح عوض بکنیم. خب ممنونم لایجونین گیلونین ایرانین عزیز، بخصوص لایجونین هموطن که واقعا عاشقتونم من. خیلی مدت دورم از شما، ولی خب دونم باز همون معبتهای قدیمی دارین که در کوچه پس کوچه های لایجون با هم قدم زیم. بله گفته دوم که در فیسبوک یه چیزی بدیم خیلی ناراحت کننده بود برای من، واقعا ناراحت کننده بود و دونم برای تمام ایرانی ناراحت کننده. یک زنی با دو تا فرزندش که زندگی کردون، شوهرش خصوصا دو سال قبل از دست بده. بعد خب وقتی شوهر سر خانواده شنه برای او زن با دو تا بچه کوچیک که مثلا 6 ساله 3 ساله خیلی سخت گذرنه. واقعا یک زنی که کوچیک بچه کوچیک بداره برایش خیلی سخته که بی سرپرست هم بوشون این طرف و طرف کار بکنه، زهگ برسه به خانوادش برسه. من نیه و هیچ کسم نه که مثلا بگو آقا ماستت به چم منه یا یه کمکی بکنه، یه پولی مثلا یه بگو این زن مثلا بی سرپرسته را یه کمکی بکنیم. واقعا هم ایرانین مدونم ایرانین با محبتن، ولی واقعا آیا ما امروز ما از بدبختی های مردم خبر دانیم واقعا؟ یا فقط در زندگی خودمون بچسبسیم، فقط زندگی خودمون عشق است
زن بچه خودمون اشخاص، فامیلای خودمون اشخاص. بعد ایزاک با 6 ساله بو بایماز یک دن نامه نویسنه برای خودش رفیق که مثلا رحیم جان امشب شب آخری هست که من تو رو میبینم. مو که واقعا اونو بدیم بخوندم می قلب در بایده، حقیقتا قلب آدم درد گینه. اگه آدم انسان ببون قلب آدم درد گینه. یا آخرین شب ایسی که دیدارم دیم من نمتا بینم، برای اینکه امشب مامانمو بوده که بشیم پیش خدا یه جاییسه که نه غذا خانیمی نه لباس خانیمی، همه شور شادیم خنده کنیم. برای اینکه ایره آدمان اینقدر بیرمابون هیچ کس به ما سر نزینه، هیچ کس اصلا ندونه همو چطور زندگی کردیم. موشنم مثلا کار کنم انم هیچ کس پول به صورتی نبینم. ایره زهر گود که غذایی که مامان من با عبرد روی سفره خودش نخورد. گفت مامان غذا بخور. گفت نه مو گوشنه نیم، مو سیرم. در صورتی که مو او زهر گونه مو دونست من می مر دروغ گوتره ما می مر گرسنه، ولی بخاطر که من و می خاخور بخواییم با هم غذا بخوریم سیرابیم ایکار. ای مادرش با همه افکار خوش زاکونه دروس آکونه شنه یک دونه چای بزرگ پیدا کنه، یه چوم نینه یه تنام نینه، خودشو با خوش دوتا زک دار زینه از گرسنگی و بدبختی دار زینه و هر سوتا مینن. وقتی مو این داستانو بخوندم بودم این هفته بم بینم واقعا ما از بدبختی های مردم خبر دنیم. اگه دستمون رسنه به کسی کمک کنیم یا فقط در فکر زندگی های خودمونیم. چون برای اینکه حکومت های دنیا هستن ایتواره، بخصوص حکومت ایران الان هیچ به مردم امنیتی ندینه، هیچ امنیتی به مردم ندینه که مردم مثلا امنیت دارن یا ندارن، خورده دارن چی، یه یارانه کوچیکم که اوشو نداره تازه قطع کنه 40,000 تومان. من ندونم الان گوشت واره چقدره، الان ندونم واره سیب زمینی چقدره، ندونم برنج چقدره، واقعا ندونم قیمتاش الان واره چقدره. ولی ایطوری که به گوشم برسی خیلی گرونه. یعنی مردم به ریال ایته دارن به دلار باید بعد از بیش از دلار باید خرج بکنن. ما هم امروز دلمونو باز کنیم. بعض موقع کسایی که دونیم این مردمون بدبختن بی سرپرستن، یه کمکی به اوشان بکنیم که تا این شرایط نبون که زن تصمیم بگیره با خوش دوده زک خودشونه به دار آویز بکنن، حلق آویز بکنن، بکشن خودشونه. اینه امروز خونده دارم، اینه برای ما ایرانیان گوته داره، شاید برای حکومت ایران گوته داره. اینه که خونده دارم الان. میکای نبی گونه وای بر شما که شب بر بستر خود نقشه های شوم میکشید و صبح زود بلند میشوید تا آنها را عملی سازید. هر کار بدی که از دستتان برایت انجام میدهید و به زمین ها و خانه های مردم طمع میکنید و آنها را از چنگالشان در میآورید. اموال و خانه کسی از دست شما در امان نیست. واقعا وای بر شما که برای 2,000 پول یک مقام قضایی مردم اینقدر اسیر آودین. مردم واقعا در بند و زنجیر دنین که تا این زن با دوت بچه از گرسنگی بوشون خوشه حلقاویز بکنه و دوت بچهش بکشه. واقعا وای بر شما. واقعا شرم به کسی باد که این چیزون تین بینه ولی هیچ اگه دستش رسنه کمک نکنه. واقعا انسان آدم مو اگه خودم ببون انسان نیم اگه این کار نکنم. اگه دو نفره بینم بدبخته دستش نگیرم. بالاخره وقتی مو الان یه کار کردم دست مدانم رسنه. دونم که با یه چیز کوچیک یک نفر عادیم چیزی از مو کمان نبنه. بایم همه ما دست به دست هم بدیم. بیاییم بدبختیه رو حکومت کاری برای ما انجام ندینه. حکومت هیچ چیزی تغییر ندینه. حکومت فقط امروز فقط در فکر خودشه. تمام حکومت های دنیای طوره. مگه یه بشار اصلا نیه همین پره روز بمب شیمیایی فود مردم سر.
مگه یه حکومت های دیگه نینی کارای کنن، فقط دولت ایران نی، همه یه حکومتانی تارن، همه این ملتون هن که هم دیگر خم بدارن، این مردم هن که هم دیگر دست به دست هم هم بگرن، هم دیگر کمک بکنن. واقعا دلتون در نگینه که یک دونه همسایه بدبخت اگه بدارین بهش نرسین، فرده بشت و این صبح زود باین بیرون بینین که او خودکشی بوده، با دوت خوش زک خودشانو بگوشته به خاطر یک لقمه غذا. یعنی ما چقدر پایین آمدیم، انسانیت چقدر پایین به ما که اصلا هیچ ده او انسان سابق نیم، واقعا نیم ده. پس خداوند می فرماید من قصد دارم بر سر همین حکومت هایی که میگم، من قصد دارم بر سر شما بلا نازل کنم و شما قادر نخواهید بود از آن فرار کنید. روزگارتان را سیاه خواهم کرد و دیگر با تکبر را نخواهید رفت، بلکه نوح سرایی خواهید کرد و خواهید گفت خانه خراب و نابود شدیم، خداوند سرزمین ما را از ما گرفته و ما را آواره نموده و اموالمان را به دیگران داده است. آنگاه مردم شما را مسخره کرده به شما خواهند خندید، هنگامی که سرزمین قوم من به آنها بازگردانده شود شما سهمی از آن نخواهید داشت. ولی آنها میگویند این چیزها را به زبان نیاور. به خداوند میگه این چیزها را نگی، در این مورد صحبت نکن، ما هرگز این چنین رسوا نخواهیم شد. خیلی خامین هنوز که اگه اینو باور نکنین، حکومتایی که ظلم کردن به مردم خیلی باید خام ببین. دنیا به حدی زود گذرنه، همه چیز در جلو و چشمشون شما رو نشون میده. امروز دست یک بدبختی بیچاره نگیرین که با دوت یک زن با دوت زخ خودش با تناب حلق‌آویز بکنه. امروز باید در خانه های گرم خودتون بنشین، با خوراک کافی بدارین برای زن و بچه خودتون، بعد به مردم کمک نکنین. ولی ما همچنین نیم، ما ایمان داریم که خداوند وعده ای که به ما بده و ما انسانان همه ای مایتونیم، یک درصد کمی سن، شاید در حکومت هم 20% هم نین که جو ظلم کردن به مردم. در اول قرنتیان ببین پولس نبی چگونه گونه، ما یک بدن همه اعضا متحد هستن، یعنی تمام بدن ما با هم یک انسان تشکیل دهنه. تمام بدن من، دست من، چشم من، سر من، پای من، انگوشتای من، همه یک شاپور به وجود برده. اگه می دست داغون آبون نگونم که می دست اشکال ندنه، می دست دیگه مربوط به مون نیه. نه، اگه می دست اگه ضربه بخوره تمام می سلولای بدن هم درد گینه، فریادنه. وقتی می سر اگه به جای بخوره تمام می بدن نشنه عزاگینه. می پا نگونه که او دست مربوط بمون نیه که اگه ضربه بده اشکال ندنه بده بوشون از بین. در اول قرنتیان 12:25 گونه از 18 خونم، اما خدای ما را به این صورت خلق نکرده است، او برای بدن ما اعضای گوناگون ساخته و هر عضو را درست در همون جایی که لازم میدانست قرار داده است. اگر بدن فقط یک عضو داشت، اگر بدن ما بگی فقط یک عضو داشت، چقدر عجیب و غریب میشد که همه بدنم چشم بود مثلا، همه بدنم دست بود. اصلا یه چیز عجیب غریبی ده، نه؟ چشم برای خودشه، دماغ برای خودشه، سر برای خودشه، ندونم دست برای خودشه، پا برای خودشه، ولی در کل هر چی برای خودشه، ولی چی؟ در کل همه با هم هماهنگ کار کنن. اگه می پا ضربه بده می دست نگونه ولش کن،
اگه یک دونه بدبخت معلوم می زندگی خوبه در ایران، مدونم ایرانین خیلی ایرانی نیستن که مؤسساتی باز آگودن، مؤسسات خیریه برای خودشون باز آگودن که به مردم بدبخت و بیچاره کمک کنن. واقعا دستتون در نکنه، قلب خدا رو شما دنین، قلب خدا رو شاد کنین، واقعا او قلب و محبت از خداوند که این کار کنین، واقعا دست اوشون در نکنه که این کارون انجام دینن. ولی بین ایره برای این دو روز دنیا اینقدر حرص و جوش نزنیم بابا، هیچ چیز با خودمون به دنیای دیگه نبینیم، حتی این جسمم به خاک شنه پوسیده بنشنه. یک وجب لباس من نیم ببریم، یک پنی یک ریال پول من نیم با خودمون ببریم، هیچ چیزی همه چی خیلی تو دیم، بس بایم روی ما رو نجات بدیم. خیلی نور نیستیم با سوادای خودتون که هنوزم نفهمنین که هنوز خداوند چی کارهای انجام بده. فقط تینیم بایستیم بگیم خدا وجود ندانه، فقط همینه تینیم بگین. بگین شما همه آدمای با ما، بگین شما آدمای احمقی هستین که خرافات قبول دارن. ایشون خرافات نه، اینقدر چیزها ما از خداوند بدیم که همون، ولی شما نخنین قبول بکنین، اصلا نخنین قبول بکنین که خدای وجود داره. چون اینقدر اینسانون بیرم اوان، اینقدر به همدیگر زور بینن، اینقدر همدیگر اذیت کنن، به خاطر همون شما اینسانون اینین محبت خدا رو نینین. خدا شمر زندونی نه آفریده، شما زندونی نینیره، خدا شما رو آزاد آفریده بوده، آزاد افکار آزاد داده به شما، به شما زور نگونه، ولی رای درست به شما نشون دینه، ولی به هیچ وقت به شما زور نگونه. او دینون انکیانم به شما زور گونه، شریعتی ایسه که به شما زور گونه. عیسی مسیح او دوارم بودم دین نرده، بلکه رای نجات و آزادی برای شما برده. اگه شمایی که امروز قبول دانین عیسی مسیح یک پیامبر خوبی بود، یک انسان خوبی بود، خود چرا از فالو نکنین؟ چرا دنبال روی اون نبنین؟ چرا از چیزهای خوب فالو نکنین؟ همیشه از چیزهای بد خنیم فالو بکنیم. از خودم گوته دارم، همیشه از چیزهای بد خنیم همو فالو بکنیم. چرا؟ چرا من این چیزهای خوب بینیم؟ چرا من این چیزهای خوب و تشخیص بدیم که چی چیزی خوبه چی چیزی بده؟ دونی چره؟ برای اینکه مقام و پول و نمیدونم جا، ایشون همه رو چشم یه پرده بکشه برای ما که این چیزون ما نینیم. اصلا از کارگردان عزیزم خانم که یک دونه آهنگ برای شما بنه، آهنگ شمالی که بذار یه ذره از یه حال در بایم، چون برای اینکه واقعا دلم درد بیت از چیز. بیروز جان ممنونم یه آهنگ بذاری. من نه شو خودت من نه برا افتاده اوسن
با درود دوباره به عزیزان عزیز لایجونین گرامی و کیلونین خوب لایجونین بخصوص همه ایرانیم خوبن میگم لایجونین برای اینکه خودم لایجونین بخاطر هم میگم لایجونین به هر حال گفتیم که ما بایم یه با هم واقعا همونجور که اعضای بدن ما همه با هم یکی نین بلکه دست برای خودش یه کاری کنه پا برای خودش کار انجام دینه بایم دست به دست هم بنیم مثل اعضای یک بدن به همدیگر کمک بکنیم و از بدبختی های مردم واقعا آگاهی بدنیم فقط در فکر زندگی خودمون نبیم امروز خودم دنم خورده دارم عالی خودم همه چیز دنم ماشین خوب دنم غذای خوب دنم مسافرت خوب شنم خوبه چیزون خیلی خوبه کسی نگونه که ایشون تو دی کنار هر کس برای زندگی خودش تلاش کنه به تلاشش به ثمر رسنه هر کس برای زندگی خودش خانه که یه جای مقام بهتری بداره ولی آیا به بدبختی مردم هم توجه کنیم؟ اگه یک نفر گرسنه یک کمک کوچیکی به او بکنیم نه ای که هم قلب اونو شاد کنی هم خدا بهت بیشتر از او دینه که برکت در خانت همیشه هنده همیشه دست خدا با کسایی است که خداوند به کسی که کمک کنن در امثال 12:25 گونه که فکرای عادلانه انصاف است چون که فکرهای خوب دنن واقعا انصاف دنن خداوند همیشه پشتیبان اوشونه همیشه پشتیبانه خداوند ایر نیست که فقط بگو که آقا تو می به گوسفند سرابین منو دنم می به پول فکون خداوند چی احتیاج به این چیزو ندنه اگر عیسی مسیح گونه که شاگردان شنن پیش صحبت کرده عیسی مسیح گونه که شما وقتی زمان آخر بود با این دنیا گونه مو شما رو نشناسنم اصلا گونه خداوند ما به نام تو دیوا بیرون آوردیم به نام تو شفا بدیم مردم به نام تو کارهای عجیب غریب بودیم چطور تو ما رو نشناسنی گونه به خاطر اینکه در روی زمین زندگی بودین اون موقعی که مو زندونی بوم به ملاقاتم نمایین گونه خداوند کی زندونی بی که به ملاقات گفت که اون موقعی که هموطنت یا رفیقت یا همسایه در زندان بود یا ملاقاتی نودی با او گونه موقعی که تشنه بون به ما آب ندهیم گونه خداوند کی تو تشنه بی ما به شما آب ندهیم گونه موقعی که یه نفر تشنه بود یک لیوان آب دستش ندهیم اون موقعی که یه نفر بدبخت بود یک لقمه غذا بهش ندهیم کمک بهش ندی به خاطر همون خدا گونه ما شما نشناسنم فقط اعمال اینیه که اعمال خوب بکنم که خدا از این اعمال مثلا شریعت همه نماز بخونم ندونم روزی 5 بار منام چیکار بگونم روزی 10 بار منام این کار انجام بدیم لباس خوب بپوشم نمیدونم کسی میمونه اینه فلانه ایشون نه اعمال ما نشون دهنه که ما چی کار داریم اعمال ما نشون دهنه که ما واقعا او دل خدا دنی میرنه امروز دستتون رسنه خواهشن باید میسوز زن نبون با دو تو خوشی زه خوشی حلقاویز بگونه به خاطر گرسنگی مدونم که اوچونی که دستش رسنه تینم بالاخره مایی یک دونم خیلی هم زیاده الان مو یه حرف زیاده هم گونی آقا تو قریسه ای ندونی چند چرا دونم ایران هم گرفتاره او طرف هم گرفتاره دونم خیلی انسان خیلی هم کمک کنن ولی اگر خدایی نکرده یه نفر دیه داره که گرسنه در خانه خودش دیه داره که هیچی ندنه دوتا زگ دنه سرپرستش هم از دست بده با او کمک بکنین اگه یه مقدار کوچیک هم با او کمک بکنین بزنین افکار او زن اینه بون که خودکشی بکنه افکار او زگ اینه بون که گرسنگی بکشه
غصه بخوره که مادرش یه لقمه نون نبینه به سختی و مادر غذا نخونه، گونه مو سیرم به خاطری که بچه سیرابون. امروز باید دست به دست هم بدیم، منتظری دولتون نبیم. دولتون بجوزی که خوشون جیب پورا کنن، دولتون بجوزی که خودشون مقام و اینی و فریسی های سابق که الان ملای امروز اوتوره لباس های فاخر پوشنن، علنن پیش همه مردم ظاهرن نماز خونن، همه کسا خوشون نشان بدن که مؤمنن. نه، خدای چیزون نخنه. تو در خلوت خودت هم تینی دعا بکنی، در هر جا کیسه تینی با خداوند صحبت بکنی. تو امروز بشه هر جایی کیسه، تو رانندگی کردی، در هر جایی سه، در گوشه اتاق خودت، در جا با خدا راز نیاز بگون، بین خداوند چطور با قلبت صحبت کنه. این خدا و خدا نیه که نه بشنوه، نه ببینه، نه حس بکنه. ای خدای ما خدای شنوا هستنه، خدایی که به ما گوش دینه، به صحبتهای ما گوش دینه. با این امروز دعا کردین از تای قلب با او خدا صحبت بکنین. نترسین، این ترس باعث بنه که زندگی شما همه پر از یه چیز دیگه نگم بهتره، همه چی خراب کنیم. همه با این همون محبت سابقی که داشتیم دوباره مردم یک دونه سبیل خودشون گرونن، مردم دیگر کمک بودن. یا یه نفر ورشکست آباده بود در بازار، چون من تو بازار میم بزرگ آبام، یه نفر در بازار ورشکست آباده بود، مردم که این طلب داشتن چی بودن؟ شون او طلب مثلا 100 دلار این طلب داشت، بود 10 دلار ماده از این 100 دلار، 90 دلار اون رو بخشه، برای اینکه او ورشکست آن نبون. ولی الان نه که اینطوری نیه، اگه مرد 100 دلار هم دانه گونه، نه من 500 دلار این طلب دارم، بیشتر خانه تمام زندگیش همه هگیره، خانه اصلا نابود آکنه. چرا امروز ما با این چشم نگاه کنیم؟ ما به کجا رسیه داریم؟ چه انسانایی بودیم ما که از بدبختی مردم خوشحال آبنیم، از اعدام کردن یه نفر خوشحال آبنیم، صف ایسنیم در صفهای طولانی که یه نفر اعدام کردن، وقت ما را از صبح زود ایسنیم که بینیم او کی اعدام بنه، کی جون دینه همی بردی. همین که الان دایشون این کار کردن، مردم سر بیدن با عنوان خدا و پیغمبر، کدوم خدایی گونه تو مردم سر ببین؟ کدوم دینی ایسی که اینقدر زور بوده به مردم؟ فقط عقیده خودش قبول بداره، اگه شاپور یه عقیده دیگه بداره باید اعدام ببون، باید سرش زده ببون. چرا؟ این سونان عقیات دانه، تو چی عقیدنی که این سونان عقیات این سونان ازش اگری؟ بوشو به بدبختی و بیچارگیش برس، بوشو محبت بکن به مردم. با این قلبهای ما رو امروز صافا کنیم، با این در این سال جدید واقعا افکارمون رو عوضا کنیم، با این تبدیل ببیم در زندگی، از خانواده های خودمون شروع بکنیم. با این به طرف یه خدایی که حرف زینیم گوش شنوا دنه، امر گوش دینه، صحبتهای ما رو میشنوه. ببخشید، فیلیپیان 2:4 گونه که فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار به وسایل دیگران توجه نمایید. اینقدر بی خیال نبیم، نگذریم از هر چی. مدونم الان دولت ایران اینقدر فشار به مردم ابینه مردم، ولی باز خدا رو شکر برای ایران. ایران هم مردمشون فکراشون بازه، هم مردمشون واقعا فهمنن همه چی. مثل کشورهای دیگه نیه، بعضی کشوران خیلی فقط یک بودی نگاه کنن همه چی. خواست خداوند اینه، گونه وقتی برای عبادت خداوند خدای قادر مطلق میاییم، چه چیزی به حضور او بیاوریم؟
آیا اگر بهترین گوساله ها را برای او قربانی کنیم او از ما راضی خواهد بود؟ اگر هزاران گوسفند و 10,000 نر پر از آب روغن زیتون را به او تقدیم کنیم او از ما خوشنود خواهد بود؟ آیا اگر فرزند ارشد خود را برای گناه خود قربانی کنیم او گناه ما را خواهد بخشید؟ خداوند به ما فرموده است که از ما چه می خواهد؟ آنچه او از ما می خواهد این است که رحم و انصاف داشته باشیم و با کمال فروتنی به احکامش را به جای آوریم. امروز این خداوند به من نه شریعت برات برده، هیچ شریعتی برات نده، بلکه امروز این خداوند به من فیض خودش برای تو برده. تا امروز هر گناهی بودی زانو بزن در مقابل خداوند و اعلام بکن، بگو ای خداوند من گناهکارم. همه ای ما گناهکاریم و همه ای ما دونیم گناهکاریم. امروز به این خدا ایمان برین تا این خداوند شما رو ببخشه. ده بیشتر از این من نیم صحبت بکنم چون وقتم تمام بود. شما رو به خدا سپرنم تا هفته دیگر. بدرود.